در حالی که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از اعزام بمبافکن‌های های استراتژیک B52 به خلیج فارس و زیر نظر داشتن نیروهای نظامی پاسداران و تروریست های وابسته به آن خبر داد، فاکس نیوز گفت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن حرکت خود را به سوی خلیج فارس تصریح کرده و ظرف 48 ساعت دیگر از کانال سوئز عبور خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد بمب های استراتژیک بی 52 را به خلیج فارس اعزام می کند. یک سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام با اعلام این خبر افسود ایالات متحده اقدامات و فعالیت ایران نیروهای نظامی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن را از نزدیک زیر نظر دارد. چارلز سامرز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز روز سهشنبه در بیانیه ای اعلام کرد اعزام ناوگروه یو اس اس ابراهام لینکلن و بمبافکن به منطقه گامی احتیاطی برای مقابله احتمالی با علائم تازه است که نشان می‌دهد رژیم ایران تدارکات برای عملیات تهاجمی علیه نیروها یا منافع ایالات متحده را تشدید کرده است در همین حال فاکس نیوز گزارش داد گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا ظرف 48 ساعت در کانال سوئز خواهد بود. این منبع افسود گروه ضربت ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن قرار بود ظرف دو هفته آزم خلیج فارس شود ولی اکنون به آن دستور داده شده است به جای رفتن به بندری در کرواسی مستقیما به سوی کانال سوئز برود جایی که ظرف 48 ساعت آینده در آنجا خواهد بود فاکس نیوز افسود اطلاعات مبنی بر تهدید علیه نیروهای آمریکایی در خاور میانه اواخر جمعه به سطحی رسیده بود که کاخ سفید و فرماندهی مرکزی آمریکا تصمیم به اعزام ناو آبراهام لینکلن به منطقه گرفتند این پیامی پیشگیرانه به رژیم ایران میفرستد که پرسنل و نیروی نظامی آمریکا را تهدید نکند سفیر بولتون که در 2017 پیش از این که مشاور امنیت ملی شود خواستار تغییر رژیم در ایران شده بود اواخر یکشنبه نوشت هر حمله ای علیه منافع آمریکا و متحدان ما با نیروی بی امانی پاسخ داده خواهد شد